سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. قبل از شروع برنامه آقای دکتر، عیدی برای مردم چی دارید؟ عیدی همین است که مردم ما انشالله تلاش بکنن ما بتونیم به اهدافمون برسیم. اتاق فرمان، این چی بود پخش کردین؟ عیدی آقای روحانی به مردم ایران بود دیگه. بله، آقای روحانی که عیدی به مردم دادن و مردم سعی و تلاش کنن تا دولت بتونه به کاراش برسه، ما هم به نوبه خودمون عید باستانی نوروز رو به همه هموطنای عزیزمون تبریک میگیم. خب بریم یه گزارش از برکات جمهوری اسلامی تو این 40 سال ببینیم. 97 به صحرا آمدم سرویس بهداشتی. فقط ملاحظه بفرمایید، کلیه درها رو بریدن و با خودشون بردن. آهن کیلوی چنده واقعا؟ و مردم ما اصلا نیازمند نیستن که دست به یه همچین کاری بزنن؟ به راحتی همه زندگیشون تامینه. دو روز دیگه همه مراجعه میکنن. متاسفم برای انتخاب ما. قطعه 207 بهشت زهرا واقع در تهران پایتخت بزرگ. متاسفانه هر سال که میگذره شرایط زندگی بدتر میشه و یه سری افراد سودجو هم از این شرایط سوء استفاده میکنن. دیگه کار به جای رسیده که به دربای سرویس بهداشتی بهشت زهرا رحم نمیکنن. البته جای سوال داره که بهشت زهرا که اون همه نگهبان داره چجوری تونستن اون همه درب آهنی بزرگ رو راحت باز کنن و بیارن بیرون؟ پس معلومه که یه همکاری گروهی بوده و احتمالاً دست یه آقازادم تو کار بوده. اگر الان یک عکس از بازار کرمانشاه براتون بفرستم ساعت 4 بعد از ظهر باورتون نمیشه، بیشتر شبیه ظهر جمعه روزای عادیه. والا خرید شب عید با ما مشکل داره، ولی ما باشیش مشکل نداریم. آجیل چهارمغز می‌خریدیم کیلوی 50-55. امسال باید بالای 200 تومن بخریم. حالا اصلا گیریم که آجیل نخریم، میوه و شیرینی چی؟ اونا رو هم نگیریم. نیازهای اولیه زندگیمون چی؟ بعد آقای روحانی میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، میگه اوضاع تحت کنترل، اقتصادمون خیلی خوبه، رو به بهبوده. من نمیدونم از کدوم اقتصاد صحبت میکنه که از پارسال تا امسال، یعنی قدرت خرید ما که فکر نمیکنیم از مسئولین کشور کسی باشه که شرایط مردم براش مهم باشه. همه‌شون به فکر دزدی و پر کردن جیباشون هستن و فقط بردن یه مش دروغ تحویل مردم بدن. بریم یه نمونه‌ش رو ببینیم. اون برای همه. هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروز، مردم خوب کشورمون به هر حال هر کس به نوع خودش و به حد وسع خودش سعی میکنه که کمک کنه به افرادی که کم توان هستن برای اینکه مایحتاجشون رو بتونن تهیه کنن. اما امسال این حمایت‌های مقدار رنگ و بوش فرق کرده. یک پویشی را افتاده در فضای مجازی در مورد نخریدن آجیل که خب هر کس میگه که من در خانواده خودم یا شهر خودم تصمیم گرفتیم که آجیل نخریم. حالا آقای احمدی رئیس اتحادیه آجیل اعتراض کرده به این قضیه. اولا گفته قیمت آجیل بالا رفته، خب یک سری عوامل داشته و ما توی نمایشگاه بهاره و نمایشگاه شب عید سعی کردیم قیمت آجیل رو پایین نگه داریم، اما این پویش کار خیلی جالبی نبوده و کار دشمن هستش، کار آمریکا. چرا که آمریکا مثلا توی بحث آجیل با ما رقیب هستش و خواستن از این طریق این اتفاق رقم بخوره و تولید آجیل کشور با مشکل مواجه بشه. ما خب خاطرمون هست که آقای نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در مورد پویش نخریدن خودرو این رو محکوم کرد و میگفت که این کار دشمنان اسلام و دشمنان کشور. بله البته کار دشمن نمیتونه باشه آقای احمدی. بله آقای احمدی رئیس اتحادیه خوشبار. ببینید خیلی ساده است، ما نمیخریم، مردم ایران امسال عید نمیخرن، شما صادر کنید همشو. خیلی خوبه که به نفع شماست، دلار میگیرید و به قیمت اصلی، ارزون هم نمیفروشید، به مردم هم نمیخواد غم کنید و نمیخواد صدقه به مردم بدید که بگید ما تو فروشگاه بهار و اینا مثلا ارزون میدیم. خیلی عالی، شما صادر کنید، هر چی ظرفیت دارید صادر کنید و با آمریکا با همه دشمنان مبارزه کنید و اصلا اینو با بهترین بسته‌بندی ببرید و همه ظرفیتتون رو ببرید توی صادرات به کار بگیرید. ما هم برای موفقیت شما دعا می‌کنیم. اما مردم خب توان ندارن آجیل کیلویی 300 هزار تومان بخرن،
این فکر دیگه بالا رفتن قیمت آجیل مونده بود که بندازن تقصیر آمریکا و کشورهای دیگه که انداختن. واقعا این مسئولین با چه روی این حرفا رو میزنن؟ اصلا من موندم. البته مجری برنامه جواب خوبی داد که واقعا جوابی هم نداره و مسئولین بیکفایت بهتره به پیشنهاد این دوستان گوش کنن و آجیلاشون رو صادر کنن. بریم سراغ آقای روحانی. برق بیشتر میدیم، گاز مورد نیازشون رو تامین میکنیم، تحصیلات نفتی رو برقرار میکنیم، آماده ایم در بازسازی عراق از همه توان و امکاناتمون استفاده کنیم. وعده ها و توافقات حسن روحانی با مقامات عراقی در قالب 5 سند همکاری و بسیار بیشتر، در حالی که به گفته زنگنه وزیر نفت و دیگر مسئولین کابینش، بعد تحریم ایران میلیاردها دلار بابت فروش گاز و برق از این کشور طلب داره و بدون مشخص شدن مبلغ بانک مرکزی از پرداخت فقط قسطی از اون خبر داده. آقای روحانی، همه این توافقات که به نفع عراق و هیچ حرفی از این که چه منفعتی برای مردم ایران داره و قراره عراق در ازاش چی کار کنه نزدید، چون تا اونجایی که مشخصه وزرای خودتون میگن که عراق به غیر از ضرر چیزی نداشته تا الان. ما نداریم از عراق، مذاکرات عراق همیشه عکسش بوده، ما اصرار کردیم اونا پسش بدهکار شدیم. ما دو تا میدان کوچولو رو گفتیم بیان با هم کار کنیم، خرمشهر و نفشهر، اونم نمی کنن. بعد میگن میدانای بزرگمون بریم با اونا کار کنیم. خب آقا من الان در آزادگان از اونا جلوترم، متوقفش کنم، تولیدمو بخوابونم که بشم با اونا مذاکره کنم؟ آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد بمنده مشترک تحریمش کنم؟ عراق اگر از این فداکاری‌ها میخواد بکنه، خیلی راه‌های ساده‌تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم ها قطعش کرد. 11,000 بشکه نفت کرکوک. اینم صحبت‌های آقای زنگنه در مورد طلبکار بودن ایران از عراق و عدم همکاری عراق با ایران به خاطر تحریم ها. اون وقت آقای روحانی سند همکاری با عراق امضا میکنه که طبق تجربه معلومه که این توافقات فقط در ظاهر و برای بازی‌های سیاسیه و فقط قراره مثل همیشه پول و سرمایه مردم خرج کشورهای سوریه و یمن و لبنان و عراق بشه. من میخوام این اشاره بکنم که معدن فسفات که ما امروز نیازمندم هستیم، توافقنامه ما با دولت سوریه اینه که این معدن در اختیار ایران باشه با ظرفیت بیش از 1,200,000,000 تن. شما نگاه کنین، اگر ما سالی 10,000,000 تن بتونیم از این ظرفیت این فسفات استفاده بکنیم، بیش از 120 سال طول خواهد کشید. 10,000,000 تن عدد خیلی بزرگی است. بله، روسا قراردادشون 2,000,000 تنه. بله، و این اگر ما بتونیم، ما اصلا مقدار نداره، هر چقدر بتوانیم. این هم یه نمونهش که پولای ایران رو ببرن به بهانه استخراج معدن اونجا خرج کنن. خیلی خنده داره حرفشون، انگار دارن با یه بچه 2 ساله حرف میزنن. خوب مجری جوابش رو میده که روسیه قراردادش 2,000,000 تنه، اون وقت این مسئولین دزد برای 120 سال میخوان برداشت کنن. کلن کشور شده پر از دزد. اون وقت تازه ببینین دادستان کشور چی میگه. و
متاسفانه کانادا از کشورهایی است که شده یک معمنی برای اختلاسگران، و ما اینجا انتظار داریم حداقل از دستگاه قضایی و از نیروی پلیس کانادا که اجازه ندن چهره کشورشون در دنیا اینقدر مشوه بشود و اینقدر یک مرکزی باشه برای تجمع اختلاسگران. بیان یه عده خائن اموال کشور رو سرقت بکنن و اختلاس بکنن و ببرن اونجا بخوان در کشور اونا بایستن با این که عیش و نوش داشته باشن. ما انتظارمون اینه که دستور قضایی صادر شده، به پلیس بین الملل ابلاغ شده، انتظار ما اینه که همکاری بکنن. شما به جای این که ایراد از پلیس کانادا بگیرید، اول خودتون جلوی این دزدیا رو بگیرید که همه مسئولین کشور دستی تو جریان دارن. بعدش بیایید از کشورهای دیگه توقع همکاری داشته باشید. خب افراد معمولی که دسترسی به این رقمای سنگین ندارن و همه این افراد از خودتون بودن و امثال این آدم ها البته تو کشور زیاده. مثلا این مسئول که رئیس سازمان خصوصی سازی هستن که مردم معترض و با ماشینش زیر میگیره، اصلا هم براش مهم نیست که سازمانشون با طرحهای اشتباهی که انجام دادن چه بلایی سر زندگی مردم آورده. آخر سرم به جای جوابگویی خیلی راحت و ریلکس با ماشین میزنن به مردم. یه همچین مسئولینی داریم ما. بدترین اقتصاد، اقتصاد خصولتی است. این بدترینه، مخصوصا اونایی که مسئولیت‌های دیگر هم به عهده دارن، یعنی خودش هم ناظر باز، خودش هم ضابط قوه قضاییه است دو مرتبه، خودش هم دستگاه دیگه در اختیار داره. این که نمیشه اصلا. ما اقتصاد باید اصلاحش بکنیم. این که مقام معظم رهبری اون همه تأکید کردن، ایشون نسبت به نیروهای مسلح همین نظر رو دارن، بارها به من فرمودن نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارن، چند بار ایشون فرمودن نیروهای مسلح باید رها کنن برن کنار بدن به مردم. اینقدر ما کار داریم، نیروهای مسلح اینقدر وظایف سنگین به عهده. آقای روحانی تو لفافه حرف زدن دیگه فایده نداره، الان دیگه وقت عمل کردنه. راحت بگید سپاه اقتصادو گرفته دستش. چرا میگید نیروهای مسلح؟ همین قرارگاه خاتم الانبیا همه اقتصاد کشور رو گرفته دستش، از قاچاق و دزدی گرفته تا سدسازی و واردات و صادرات، و معلومم نیست که سود این کارا تو جیب کی میره. بسیاری از این کشور اطراف ما، یعنی الان ماشین سازی تبریز که حالا ازش الان عبور میکنم دیگه، الان ما مثلش در خاورمیانه نداریم اصلا. تکنولوژی ما دیگه نمیتونیم بیاریم. این شرکت میارن به آدم 6 کلاس سواد متخلف، اگه 6 کلاس سواد بود زندان الان نبود به خاطر چندین خلافش. حالا خلافش رو چجوری انجام داده؟ خلافش ایشون رفته دلارهای همین دلارهای 4200 تومانی که آقا مفت دادن رفتن تو غارت کردن اموال ملت رو، همین دلارا رو ای آقا از طریق اون شرکت هفت تپه. حالا ببین چطور دلارا رو گرفت، چطور با هم متصلن اینا. آقای معصفانی فرفیمون اینا عادی، او در شمالی در جنوبه، چه ارتباطی اینا با هم دیگه دارن؟ شرکت ماشین سازی تبریزی آقای کلان زندانه، از چه طریق دلار چه گرفته؟ چند صد میلیون دلار گرفته از طریقش مدیران متخلفه که یکشون باز تو زندان الان هفت تپه، یکی از مدیران تو زندان، یکشون چند وقت فراری بود و الان چند تا مدیر بانک مرکزی آقای صبحانی فرانا زندان. شما هم خبر داری، ما هم خبر داریم. میدونی چرا اینا زندانن؟
همین آقایی که خرید ماشین شرکت ماشین سازی تبریز، همون آقایی که هفته بر خریده به اونا رشوه دادن، او بدبختا به خاطر رشوه گرفتن بدبختا که حقشونه تو زندانن، اما این آقایی که تو هفته پس به خاطر که 7000 کارگر رو سپر انسانی خودش کرده زندانم ننداختنش. خب بعد این آقا دلار رو از طریق او آقا رفته از بانک مرکزی گرفته، چون او دلال دلال بوده، اصلا هفته پر و دلالان دلار اومدن خریدن. یکی از اینا به نون شکلان زندانه به نون شبش محتاج بود آقای سبحانی فر. شما چیکار کردید تو هیئت واگذاری؟ شما اومدید دو آدم متخلفه، جائل جهل کننده که اینا من دیگه سنداشو دارم و علیکی حرف نمیزنم، جائل و رشوه دهنده. رشوه دهنده در حد چند صد سکه ها، نه رشوه دهنده عادی، آدمی که تو زندانن دیگه از بانک مرکزی معلومه. شما این هفته به 24000 هکتار زمین با اون عظمت، با اون اندازه از در واقع کارگر رفتید به دو تا آدم متخلف واگذار کردید، هم به ثمن بخص، یعنی به چقدر واگذار کردید؟ شما میدونید هفته پر چند شما فروختید؟ مفت. یعنی الان اگه این هفته پر رو حداقل 1/15 قیمت شما رفتید فروختید، هفته پر رو 1/15 قیمت رفتید فروختید، اگر میفروختید خوب بود. در چندین سال پیش 2600 میلیارد تومان قیمت گذاشتن، قیمت الان که 8000 میلیارد تومان حداقل، اگه الان بخوام قیمت به زمینش بقدر بزنم فقط 8000 میلیارد تومان، 7200 میلیارد تومان فقط زمینش میارزه الان، اما قیمت گذاشته بوده دیگه، ما قیمت الان حساب نمی کنیم که چقدر، به قیمت اون زمان کردن 2600 میلیارد تومان. همون که جناب آقای ترامپ دیگه گفتن مزایده کسی نمیده. بله اینا مجبور بودن، چون می‌خواستیم از کشور کوچ کنیم بریم، عجله داشتیم، می‌خواستیم حتما بفروشیم، اومدیم گفتیم 900 میلیارد تومان، 2600 میلیارد تومان آوردیم 900 میلیارد تومان. 900 میلیارد تومان چیکار کردن؟ گفتن 680 میلیارد تومان که بدهی داره به مالیات به فلان بدهی داره. خیلی خب چقدر میشه؟ 222 میلیارد تومان. 222 میلیارد تومان چقدر شه بدید؟ 5% آقا شما بدید کافیه. خیلی خب چند چقدر میشه؟ 10 میلیارد 500 میلیون تومان. یعنی یه شرکتی که الان 7000 میلیارد تومان فقط زمینش میارزه، شما به 10 میلیارد تومان دادید به دو تا آدم متخلف که یکیشون الان زندانه، بس ما اینه، مفروشی غارته. بس ما این نیست که شما درست خودسازی بکنید. این بلا رو چرا سر کشور میارید؟ بعد این چه ارتباطی از بین ماشین سازی تبریز در شمال با هفته به در خوزستان که اون میاد از این طریق میره ارزش از بانک مرکزی میگیره، اینا چه ارتباطی دارن؟ این یه نمونه از عملکرد سازمان خصوصی سازی که کارخانه ماشین سازی تبریز رو با رانت به 1/10 قیمت خریدن و کارگرای کارخونه رو از کار بیکار کردن. خب آقای دادستان، شما نمیدونید این افراد خیلی راحت دارن سر همه کلاه میذارن و سرمایه کشور رو به تاراج میبرن؟ میذارید میدزدن و فرار میکنن و میرن خارج از ایران، اون وقت میاد میگید که فلانی اختلاس کرد و فرار کرد. واقعا شرم بر این مسئولین. بریم یه گزارش ببینیم و برگردیم. این ویدیو رو نشون بدم به خاطر اینکه این مقدار گوشت مرغ شده 12000 تومان، در حالی که سال پیش میشد با 12000 تومان یه مرغ کوچیک خرید و یه مرغ متوسط خرید. اینه وضع معیشت مردم توی ایران. آقای روحانی، مسئولین محترم، به جای جنگ افروزی و دخالت تو امور کشورهای دیگه، بهتر نیست یکم به فکر وضعیت معیشت مردم باشید؟ البته کاملا روشنه که وضعیت معیشت مردم اصلا براتون مهم نیست. ببینم نکنه قیمت گوشت و مرغم بالا رفته تقصیر آمریکا و اروپاه ها؟ با عرض سلام خدمت مسیح علی‌نژاد عزیز و تمام هموطنان گرامی. هموطنان عزیز، من میخوام امروز بدونم که در کدام نقطه از اسلام دارم زندگی میکنم. بنده کارهای فرهنگی و هنری انجام میدم، در صورتی که یک مؤسسه فرهنگی هنری استان بوشهر، مؤسسه هنری سرایه، به هم ضرر زده بود. من نرفتم شکایتش کردم، اومدم دو تا پست روی ایستا گذاشتم با مدیریت حسین لاله رو. الان حکمی که صادر کرده اولین قاضی محمود علی دوست
اومده 24 ساعت یا بازداشتی تحت نظر بدون ضمانت برام زده و در صورت بعدن قاضی چیز اومده 74 ضرب شلاق. بله، اینم از قوه قضاییه کشور. به جای اینکه به فکر مردم باشن و پیگیر حق مردم، اون وقت برای این بنده خدا به خاطر اینکه حرفشو تو فضای مجازی زده حکم شلاق دادن. انگار تو قرون وسطاییم که شلاق میزنن به مردم. به جای اینکه ایران پیشرفت کنه، ماشاءالله ماشاءالله برگشته به 400 سال پیش که مردم رو تازیانه میزدن. خیلی خلاصه وکیلی، بزرگترین اشکال دولت های روحانی چیه؟ یعنی دولت چه کار نباید؟ دولت آقای روحانی دولت پروژه است. به غیر از بلحاظ عملگرایی این دولت دولت پروژه است. پروژه یعنی دقیقا چی؟ یعنی ببین، این دولت در 4 سال اول تمام انرژیش شد برجام، پروژه برجام. الان پروژه چیه؟ الان هم کل پروژه این دولت کنترل ارزه. در حالی که کشور یعنی برنامه دیگه ای نداره. آره، نه در 4 سال اول همه مسئلهش فقط برجام بود و نه الان همه مسئلهش ارزه. بسیار. ارز یک حلقه از حلقه اقتصاد کشور هست، باید در پازل اقتصاد ارز رو کنترل کنی. من متوجه شدم، پاسخ سوالی هست. بله، لحاظ گفتمانی هم دولت کاملا تکه پاره است. معلوم نیست اصلا لحاظ گفتمانش چیه. بسیار. به لحاظ تم هم تم بسیار کندی داره این دولت. باید نقطه قوتش پس چیه؟ یه چیزی از این دولت هم که شما گفتین. این دولت تنها نقطه قوتش این که دولت رئیسی نیست. آها، یعنی شما میگین اگر بود الان بله دلار چند بود؟ رئیسی بود. من نمیتونم معجزه چیز قبل انتخاب گفتین، غیبگویی نمیکنم. قبل انتخاب گفتین 5000 تومن معلوم ترسیدن ولی روحانی رفت 15000 تومن. آقای رئیسی بود به مراتب شرایط بدتر از الان بود. بسیار. من چون به حال ظرفیت گفتمان ها رو میدونم. نه، گفتمان به لحاظ به اصطلاح قدرت گفتمانی وقتی تحلیل میکنیم میفهمیم که کدوم گفتمان اینا گفتمان کارآمدتری است. دولت آقای روحانی دولت کندی است، دولت سیری است، دولت پیری است، دولت تکه پاره است به لحاظ هویت گفتمان و دولت پروژه است به لحاظ عمل کرد. این هم صحبت های آقای وکیل، سخنگوی ستاد آقای روحانی در انتخابات 96 که حرفاشون گویه یه همه چیزه و جای حرفی نمیمونه دیگه. من چی بگم؟ تو چند کلمه عمل کرده دو هدف دولت رو بیان کردن که تو هر دوتا پروژهشون هم موفق نبودن متاسفانه و هر روز وضعیت زندگی مردم تو کشور بدتر و بدتر شده. بله، از اتاق فرمان اشاره میکنن که اینقدر هرس نخور. رسیدیم به پایان برنامه. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما در همین نزدیکی با شما tv@gmail.com. شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-738-822-20449 هست که میتونید از طریق تلگرام فیلماتونو مثل همیشه برای ما ارسال کنید. تلفن پیغامگیر برنامه هم که یادتونه 201-818-999-45. میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندگی شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته ی آینده و خبرهای جدید، خدایا رو نگهدارتون.